بسم الله الرحمن الرحیم، زنوری هستم، دانشجوی دکترای بیوشیمی و با آموزش بیوشیمی پروتئین در خدمت همه عزیزان خواهم بود. رفرنسی که در این آموزش از اون استفاده شده کتاب لنینجر هست و امیدوارم که این آموزش مورد قبول و مورد استفاده همه دانشجویان و علاقه‌مندان رشته بیوشیمی و دروس مربوط به بیوشیمی قرار بگیره. درس اولی رو که در این آموزش بررسی می‌کنیم اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها هستند. به طور کلی 4 تا بیوماکرومولکول حیاتی توی بدن موجودات زنده دیده میشه. یکی از اینها قندها هستند یا پلی‌ساکاریدها. یکی دیگه از این بیوماکرومولکول ها نوکلئوتیدها هستند که باعث ساخته شدن اسیدهای نوکلئیک میشن. یکی دیگه از بیوماکرومولکول های حیاتی اسیدهای چرب هستند که اسیدهای چرب هم باعث ساخته شدن لیپیدها میشن. و چهارمین بیوماکرومولکول حیاتی بدن آمینو اسیدها هستند که خود آمینو اسیدها واحدهای سازنده پروتئین ها هستند و پروتئین ها رو میسازن. پروتئین ها بیشترین ماکرومولکول های بیولوژیکی هستند که تقریبا توی همه سلول ها یا توی تمام قسمت های سلولی اینها دیده میشن. پروتئین ها تنوع زیادی دارن و ممکنه که هزاران نوع پروتئین مختلف در داخل یک سلول دیده بشه و وجود داشته باشه. همه پروتئین ها از 20 تا اسید آمینه یکسان ساخته شدن که این 20 تا اسید آمینه یکسان از طریق پیوندهای کووالان به همدیگه متصل میشن و توالیهای خطی مشخصی رو ایجاد میکنن که این توالیها باعث ساخته شدن پروتئین های مختلفی میشه. پس این 20 اسید آمینه رو به عنوان پیشسازها یا الفبای زبانی ساختمان پروتئین ها در نظر میگیریم. چیزی که بیشتر قابل توجهه اینه که سلول ها با اتصال همین 20 اسید آمینه که ترکیبات اونها و توالی های اونها متنوع هست، پروتئین هایی رو تولید میکنن که ویژگی ها و فعالیت های فوق العاده ای رو دارن. موجودات مختلف با استفاده از این اسیدهای آمینه یا بلوک های ساختمانی محصولات مختلفی رو تولید میکنن. از جمله این محصولات آنزیم ها هستن، هورمون ها هستن، آنتیبادی ها، انتقال دهنده ها، عضله، پروتئین عدسی چشم، پر، تار عنکبوت، شاخ کرگدن، پروتئین های شیر، آنتیبیوتیک ها، سموم قارچی یا خیلی از مواد دیگه که دارای فعالیت های بیولوژیک متفاوتی هستن رو ایجاد میکنند. خب از بین این محصولاتی که گفتیم آنزیم ها متنوع تر هستند نسبت به بقیه محصولات و اختصاصی تر عمل میکنند. آنزیم ها هم همونطور که برای ما مشخصه واکنش های سلولی رو کاتالیز میکنند. در اینجا نمونه هایی از عملکرد های پروتئین رو میبینیم. شکل A یک کرم شبتاب هست که در کرم شبتاب نوری که ایجاد میشه حاصل واکنش لوسیفرین و ATP هست که این واکنش بین لوسیفرین و ATP با استفاده از آنزیم لوسیفراز کاتالیز میشه. شکل بعدی گلوبول‌های قرمز هستند که گلوبول‌های قرمز هم دارای مقدار زیادی پروتئین‌های انتقال دهنده اکسیژن یا همون هموگلوبین‌ها هستند. و شکل آخر هم نشان دهنده پروتئین کراتین هست که توی همه مهره‌داران این پروتئین کراتین دیده میشه و جزء ساختمانی اصلی مو، پولک، شاخ، پشم، ناخن و پر و غیره هست. در اینجا شاخ کرگدن رو نمونه ای از پروتئین کراتین در نظر گرفته و نمایش داده شده. گفتیم که اسیدهای آمینه واحدهای سازنده پروتئین ها هستند. پروتئین ها پلیمرهایی هستند که از دهیدراتاسیون اسیدهای آمینه ایجاد میشن که در اونها هر ریشه اسید آمینه با یک اتصال کووالان به ریشه کناری خودش متصل میشه. در این حالت به اینها دیگه اسیدهای آمینه گفته نمیشه و به اونها ریشه میگیم. پس دو تا اسید آمینه که میخوان با هم دیگه متصل بشن، اینها با دهیدراتاسیون یعنی یک مولکول آب رو از دست میدن و با پیوند کووالان به هم دیگه متصل میشن. روش‌های مختلفی وجود داره که پروتئین‌ها رو به اجزای اسید آمینه تشکیل دهنده اونها تجزیه یا هیدرولیز کنیم و مطالعه کنیم و ببینیم که یک پروتئین از چه توالی اسید آمینه‌ای تشکیل شده. معمولاً 20 اسید آمینه مختلف در ساختمان پروتئین‌ها همونطور که گفتیم وجود داره.
اولین اسید آمینه‌ای که کشف شد آسپارژین بود و آخرین اسید آمینه‌ای هم که کشف شده ترئونین هست. همینطور که در اینجا داریم می‌بینیم یک اسید آمینه دارای یک کربن آلفا هست، یک گروه آمینو داره، یک گروه کربوکسیل داره، یک هاش و یک گروه آر داره. که این گروه آری که در اینجا داریم می‌بینیم باعث میشه که پروتئین‌های مختلف از نظر ساختمان، اندازه و بار الکتریکی با همدیگه متفاوت باشن و این گروه آر روی خصوصیت اونها تأثیر داره. همونطور که گفتیم 20 اسید آمینه داریم که پروتئین‌ها از اونها ساخته شدن، ولی علاوه بر این 20 اسید آمینه یک سری اسیدهای آمینه دیگه هم وجود دارن که تعداد اونها نسبت به 20 اسید آمینه دیگه کمتر هست. بعضی از این اسید آمینه های ریشه های رو تشکیل میدن که بعد از سنتز پروتئین تغییر داده میشن و بعضی از این اسید آمینه ها هم توی موجودات زنده وجود دارن ولی در ساختمان پروتئین این اسیدهای آمینه رو نمیبینیم. برای نمایش اسیدهای آمینه معمولاً از مخففهای سه حرفی یا سمبولهای یک حرفی استفاده میکنیم که راهی برای اینه که ما اسم کامل اسید آمینه رو ننویسیم و باعث کوتاه سازی توالی پروتئین ها بشه. همونطور که گفتیم در مورد اسیدهای آمینه معمول به جز گلایسین، کربن آلفا 4 تا گروه مختلف رو داره که این 4 تا گروه مختلف شامل یک گروه کربوکسیل بود، یک گروه آمینو، یک گروه آر و یک اتم هیدروژن بود. که در مورد گلایسین گروه آر همون اتم هیدروژن هست، یعنی گلایسین در ساختمانش دارای 2 تا هیدروژن هست. به دلیل اینکه این کربن آلفایی که داریم توی اسیدهای آمینه مختلف به 4 تا گروه متفاوت متصل شده، میگیم که کربن آلفا یک کربن کایرال هست یا یک مرکز کایرال هست. همینطور که در اینجا داریم میبینیم اگه این کربن آلفا باشه یک گروه هاش، یک گروه کربوکسیل، یک گروه آمینو و یک گروه آر رو داریم. پس چون گروه هایی که به این کربن متصل شدن متفاوت هستن، یک مرکز کایرال رو این کربن آلفا ایجاد میکنه. از طرف دیگه به خاطر آرایش چاروشی اوربیتال های ایجاد کننده پیوند اطراف کربن آلفا، این 4 تا گروه مختلف این امکان رو دارن که 2 تا آرایش فضایی مختلف رو داشته باشن که این 2 تا آرایش فضایی تصاویر آینه‌ای غیر قابل انطباق همدیگه هستن. به همین دلیل به اینها انانتیومر گفته میشه. حالا همینطور که در اینجا میبینیم ساختاری رو که داریم برای همه اسیدهای آمینه دارای تصاویر آینه‌ای غیر قابل انطباق با هم دیگه هستن. پس به اینها انانتیومر میگن و مولکول‌هایی که دارای مرکز کایرال باشن معمولاً دارای فعالیت نوری هستن. برای تعیین کنفیگوراسیون اسیدهای آمینه از یک سری اصطلاحات مخفف استفاده می‌کنیم. کنفیگوراسیون مطلق قندهای ساده و اسیدهای آمینه رو ما با سیستم‌های D و L مشخص می‌کنیم که بر اساس کنفیگوراسیون قند سه کربنه گلیسرالدهید هست که اولین بار هم این نوع از نامگذاری توسط یک دانشمند به نام امیل فیشر در سال 1891 انجام شد. اسیدهای آمینه‌ای که ایزومرهای فضایی اونها کنفیگوراسیونش مشابه ال گلیسرالدهید بود رو با حرف ال نمایش میدیم و اونهایی که داره کنفیگوراسیونی هستن که کنفیگوراسیون اونها مشابه با دی گلیسرالدهید هست رو با دی نمایش میدیم. خب پس همینطور که در اینجا هم داریم میبینیم ال آلانین داریم که کنفیگوراسیون اون مشابه ال گلیسرالدهید هست و دی آلانین داریم. تفاوت ساختارهای اونها رو داریم میبینیم که ال چطوری هست و دی چطوری هست. تقریبا همه ترکیبات بیولوژیکی که یک مرکز کایرال دارن در طبیعت یا به شکل ایزومر فضایی ال دیده میشن یا به شکل ایزومر فضایی دی دیده میشن که اسیدهای آمینه در پروتئین ها فقط از نوع ایزومر فضایی ال دیده میشن. خب تا اینجا یک سری اطلاعاتی رو در مورد اسیدهای آمینه به دست آوردیم. حالا اسیدهای آمینه رو در گروه‌های مختلفی
طبقه بندی میکنن. بر اساس ویژگی های گروه آر به خصوص قطبیت یا تمایل اونها به تعامل با آب در پی‌اچ های بیولوژیک، اسیدهای آمینه در 5 تا گروه اصلی قرار میگیرند. گروه اول اسیدهای آمینه غیر قطبی هستند که دارای زنجیره آر آلیفاتیک هستند. گروه های آری که در این کلاس اسیدهای آمینه قرار میگیرند غیر قطبی و آبگریزند. زنجیره های جانبی آلانین، والین، لوسین و ایزولوسین تمایل دارند تا در داخل پروتئین ها به صورت یک دسته در کنار همدیگه قرار بگیرند و به این صورت تعامل آبگریزی که ایجاد میشه باعث پایداری ساختمان پروتئین میشه. یکی دیگه از انواع اسیدهای آمینه آلیفاتیک غیر قطبی گلایسین هست که گلایسین همونطور که گفتیم ساده ترین ساختمان رو داره و در اون گروه آر فقط یک هیدروژن هست. متیونین یکی از دوتا اسید آمینه هست که در ساختمانش سولفور دیده میشه و متیونین دارای گروه تیو اتر غیر قطبی در زنجیره جانبی خودشه. یکی دیگه از اسیدهای آمینه‌ای که دارای گروه‌های آر آلیفاتیک غیر قطبی هستن پرولین هست که پرولین هم دارای یک زنجیره جانبی آلیفاتیک هست و یک ساختمان حلقوی متفاوت هم در ساختار اون دیده میشه. پس دسته اول از اسیدهای آمینه غیر قطبی که دارای گروه آر آلیفاتیک هستن گلایسین هست، آلانین، پرولین، والین، لوسین، ایزولوسین و متیونین که گروه تیو اتر رو در اینجا میبینیم. دسته دوم از اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه آروماتیک هستند. اسیدهای آمینه آروماتیک شامل فنیل آلانین، تایروزین و تریپتوفان میشه که اینها زنجیره های جانبی آروماتیکی رو دارن که نسبتاً غیر قطبی هستند و در تعامل های آبگریز اینها شرکت میکنن. گروه هیدروکسیلی که در تایروزین دیده میشه باعث میشه که این اسید آمینه در ایجاد پیوندهای هیدروژنی شرکت کنه و این گروه هیدروکسیل میشه گفت که یک عامل وظیفه دار مهم در بعضی از آنزیم ها هست. به دلیل وجود گروه هیدروکسیل در تایروزین و نیتروژن حلقه اندولی تریپتوفان، این دوتا اسید آمینه به مقدار قابل توجهی نسبت به فنیل آلانین قطبی تر هستند. پس به دلیل وجود این گروه و گروه نیتروژنی که در اینجا داریم تایروزین و تریپتوفان نسبت به فنیل آلانین قطبی تر هستند و همچنین تریپتوفان و تایروزین و به میزان کمتر فنیل آلانین نور ماورای بنفش رو اینها جذب میکنن و قابلیت جذب نور ماورای بنفش رو دارند. دسته بعدی اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه قطبی بدون بار هستند. گروه آری که توی این اسیدهای آمینه دیده میشه در مقایسه با گروه آری که توی اسیدهای آمینه غیر قطبی دیده میشه در آب محلول تر هستند یا میشه گفت که آب دوست تر هستند و این گروه های آملی این امکان رو دارن که با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. این کلاس اسیدهای آمینه شامل سرین، ترئونین، سیستئین، آسپارژین و گلوتامین هستند. قطبیت اونها در سرین و ترئونین به دلیل گروه هیدروکسیل اونها هست که در اینجا داریم می‌بینیم. در مورد سیستئین به دلیل وجود گروه سولفیدریل اون هست که به عنوان یک اسید ضعیف عمل می‌کنه و پیوند هیدروژنی رو با اکسیژن و نیتروژن ایجاد میکنه و در مورد آسپارژین و گلوتامین به دلیل وجود گروه های آمیدی هست که اینها دارند. پس اسیدهای آمینهی که قطبی هستند و بدون بار سرین، ترئونین، سیستئین، آسپارژین و گلوتامین هستند. دسته دیگه از اسیدهای آمینه قطبی دارای بار مثبت هستند. آب دوست‌ترین گروه‌های اسیدهای آمینه مربوط به اونهایی هست که بار دارن، یا دارای بار مثبت هستند یا دارای بار منفی هستند. از جمله اسیدهای آمینه که توی پی‌اچ 7 دارای بار مثبت هستند لایزین هست، آرژنین هست و هیستیدین. لایزین،
آرژنین، هیستیدین پس اسیدهای آمینه‌ای هستند که دارای بار مثبت هستند. و آخرین دسته از اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه قطبی دارای بار منفی هستند که این اسیدهای آمینه شامل آسپارتات و گلوتامات هستند که ساختار آسپارتات و گلوتامات رو در اینجا داریم میبینیم. در اینجا ساختار دیگه ای دیده میشه. وقتی که دوتا اسید آمینه سیستئین با اتصال کووالان و پیوند دیسولفیدی به همدیگه متصل میشن، ساختار جدیدی رو به نام سیستین به وجود میارن که سیستین هم جزء اسیدهای آمینه غیر قطبی بدون بار محسوب میشه. همونطور که گفتیم 20 اسید آمینه داریم که توی ساختار پروتئین ها از اینها استفاده میشه و یک سری اسیدهای آمینه غیر معمول در ساختار پروتئین ها دیده میشه. از جمله این اسیدهای آمینه غیر معمول میشه به 4 هیدروکسی پرولین که ساختارش رو در اینجا میبینیم اشاره کرد که یک مشتق از پرولین هست و 5 هیدروکسی لایزین که 5 هیدروکسی لایزین هم یک مشتق از لایزین هست که 4 هیدروکسی پرولین در دیواره سلولی گیاهی هم دیده میشه. یکی دیگه از انواع اسیدهای غیر معمول 6N متیل لایزین هست که این اسید آمینه غیر معمول هم جزئی از میوزین هست که میوزین یک پروتئین انقباضی در عضل است. یکی دیگه از اسیدهای آمینه غیر معمول گاما کربوکسی گلوتامات هست که این اسید آمینه گاما کربوکسی گلوتامات هم در پروتئین انعقادی پروترومبین و بعضی از پروتئین های یافت میشن که برای انجام فعالیت بیولوژیکی خودشون به کلسیوم نیاز دارند. انواع پیچیده تر اسیدهای آمینه غیر معمول هم میشه به دسموزین و سلنوسیستئین اشاره کرد. دسموزین مشتق شده از 4 تا ریشه لایزین هست و در پروتئین های الاستین دیده میشه و سلنوسیستئین هم یک مورد خاصه که اسیدهای آمینه کمیاب به جای تولید در حالت بعد از سنتز در طی سنتز پروتئین اینها تولید میشن. در سلنوسیستئین همینطوری که در اینجا داریم میبینیم ریشه آر اون دارای سلنیوم هست به جای سولفور که در سیستئین ما سولفور رو داریم، در سلنوسیستئین به جای سولفوری که داریم سلنیوم قرار گرفته و در ساختمان بعضی از پروتئین ها اینها دیده میشن. در اینجا هم یک سری دیگه از اسیدهای آمینه غیر معمول رو میبینیم، از جمله فسفوسرین، فسفوترانین، فسفوتایروزین، انمتیل آرژنین، انستیل لایزین، گلوتامات متیل استر، آدنیلیل تایروزین، اورنیتین و سیترولین که این دو تا اسید آمینه یعنی اورنیتین و سیترولین از جمله ترکیبات یا متابولیت های کلیدی در بیوسنتز آرژنین و چرخه اوره هستند. اسیدهای آمینه ای رو که معرفی کردیم میتونن به عنوان اسید یا باز عمل کنن. گروه های آمینو و کربوکسیل اسیدهای آمینه و همچنین گروه های آره اونها که قابل یونیزاسیون باشن این امکان رو دارن که به عنوان اسید یا باز ضعیف عمل کنن. وقتی یک اسید آمینه ای که گروه آره اون قابل یونیزاسیون نیست در پی‌اچ خونسا و در داخل آب حل بشه در محلول به شکل یون دو قطبی یا زویتوریون در میاد. موادی که این حالت دوگانه رو داشته باشن به اونها آمفوتری یا آمفولیت گفته میشه. پس اونهایی که گروه آر اونها قابلیت یونیزاسیون نداشته باشن در محلول به شکل زویتوریون یا یون دو قطبی در میان که به اونها آمفوتر یا آمفولیت گفته میشه. در اینجا داریم میبینیم که این شکل غیر یونی هست و در اینجا شکل زویتوریون این اسید آمینه رو میبینیم. در اینجا زویتوریونی رو داریم که به عنوان اسید عمل میکنه و همچنین زویتوریونی رو در اینجا داریم که به عنوان باز عمل میکنه. در اینجا هم تصویر دیگه رو داریم از بار اسیدهای آمینه. در اینجا باری که داریم مثبت 1 هست، در اینجا زویتوریون هست و بار خالص 0 هست. در اینجا داریم میبینیم که یک بار منفی برای این اسید آمینه در اینجا ذکر شده.
اسیدهای آمینه منحنی‌های تیتراسیون مختلفی دارن. تیتراسیون اسید یا باز لازمش اینه که یا یک پروتون رو بهش اضافه کنیم یا یک پروتون رو برداریم. منحنی تیتراسیون شکل دیپروتیک یا دو پروتونی گلایسین رو ما در اینجا داریم میبینیم. گلایسین دیپروتیک یا دو پروتونی هست که منحنی اون هم به صورت دو مرحله ای دیده میشه. دو تا گروه قابل یونیزاسیون یعنی گروه کربوکسیل و گروه آمینو با یک باز قوی مثل NaOH در این منحنی تیتراسیون و برای ایجاد این منحنی تیتراسیون با همدیگه تیتر میشن. خب همونطور که گفتیم این منحنی دارای دو تا مرحله مجزاه که این منحنی که ایجاد شده با از دست رفتن دو تا پروتون در دو تا گروه مختلف گلایسین ایجاد شده و با اونها ارتباط داره. شکل هر کدام از این دو تا مرحله به شکل یک منحنی مونوپروتیک یا تک پروتونی دیده میشه. از جمله مونوپروتیک ها مثل منحنی اسید استاتیک هست که فقط دارای یک مرحله است. در پی‌هاش های خیلی پایین نوع یونی قالب گلایسین به صورت کاملا پروتون است، یعنی NH3 مثبت، CH2، COOH. یعنی در این قسمت ها در پی‌هاش های پایین شکلی که از گلایسین می‌بینیم به این صورت است، NH3 مثبت، CH2، COOH. در نقطه میانی یعنی در اینجا گروه COOH گلایسین پروتون خودش رو از دست میده و باعث میشه غلظت‌های برابر دهنده پروتون و گیرنده پروتون ایجاد بشه. در نقطه میانی هر تیتراسیون به یک نقطه عطف میرسیم که در اینجا داریم میبینیمش. به یک نقطه عطف در اینجا رسیدیم که در اون پی‌هاش برابر پیکای ای گروه پروتونه تیتر شونده هست. پی‌هاش برابر با پیکای یک هست که برای گلایسین این پی‌هاش برابر میشه با 2.34. پس میشه گفت که COOH اون دارای پیکای آی برابر پیکای یک برابر با 2.34 هست. به بیان ساده تر میشه گفت که پی‌هاش و پیکای آ غلظت های پروتونی و ثابت تعادل یونیزاسیون هست. پیکای آ یک معیاری هست از تمایل یک گروه برای از دست دادن یک پروتون، به طوری که این تمایل با افزایش یک بار در پیکای آ به میزان 10 برابر کاهش پیدا میکنه. خب وقتی که تیتراسیون ادامه پیدا کرد ما به یک نقطه عطف دیگه میرسیم که در اون پیهاش برابر با 5.97 میرسه. در این نقطه یا در این نقطه عطف که به نقطه 5.97 رسیدیم، برداشت اولین پروتون کامل شده و برداشت پروتون دوم میخواد که آغاز بشه. در این پی‌هاش میشه گفت که گلایسین بیشتر به صورت دو قطبی یا زویتوریون دیده میشه، یعنی به این صورت دیده میشه، NH3 مثبت، CH2 COOH منفی. در نقطه 5.97 گلایسین به صورت زویتوریون دیده میشه. حالا دومین مرحله تیتراسیون با برداشت یک پروتون از گروه NH3 آغاز میشه. پی‌هاش نقطه میانی این مرحله هم شده 9.60 که برابر پیکای آی NH3 مثبت هست و در انتها نزدیک به پی‌هاش 12 تیتراسیون به صورت کامل تمام میشه و اسید آمینه گلایسینی که داریم به شکل NH2 CH2 COOH منفی در میاد. پس در اینجا منحنی تیتراسیون گلایسین رو داشتیم با یک باز مثل NaOH که گلایسین به صورت دیپروتیک یا دو پروتونی هست و به صورت دو مرحله‌ای منحنی تیتراسیون اون دیده میشه. از پی‌هاش های پایین شروع میشه تا به پی‌هاش 12
میرسه و تمام میشه. در پی‌اچ‌های پایین شکل اسید آمینه گلایسین به صورت NH3 مثبت CH2COOH هست. در میانه این مرحله به یک نقطه عطف 2.34 میرسیم که پی‌اچ برابر با پیکای 1 میشه برابر با 2.34. در اینجا نقطه عطف دیگه ای رو داریم که 5.97 هست. در اینجا از دست دادن گروه پروتون دوم شروع میشه و نقطه عطف دیگه ای رو در اینجا داریم که پی‌اچ برابر با پیکای 2 مساوی با 9.60 میرسه. پس از منحنی تیتراسیون گلایسین یک سری نکات مهمی رو میشه برداشت کرد. اول اینکه منحنی های تیتراسیون میزان پیکای آی هر دو از گروه های یونیزه شونده رو مشخص میکنه و پیکای آ هم گفتیم که یک معیاری هست پس از تمایل یک گروه برای از دست دادن پروتونش که در اینجا ما تمایل از دست دادن COOH برای پروتونش رو داریم که 2.38 هست و در اینجا تمایل NH3 مثبت رو داریم برای از دست دادن پروتونش که عددهای اون رو داریم میبینیم. و همچنین موضوع دیگه ای رو که از این منحنی میشه برداشت کنیم اینه که این اسید آمینه در دو ناحیه دارای قدرت بافری هست. یکی از این ناحیه ها در اطراف پیکای 1 هست و یکی از این نواحی در اطراف پیکای 2 هست. منحنی های تیتراسیون بار الکتریکی اسید آمینه رو هم مشخص میکنه. خب همونطور که داریم میبینیم در اینجا بار این اسید آمینه به صورت مثبت هست. در این نقطه به صورت زویتوریون هست و بار خالص صفر هست. در اینجا هم بار خالص اسید آمینه به صورت منفی هست. اطلاعاتی که از این منحنی میشه به دست آورد ارتباط بین بار الکتریکی خالص و پی‌اچ محلول هم هست. در پی‌اچ مثلا 5.97 که نقطه عطف بین دو منحنی تیتراسیون هست همونطور که گفتیم گلایسین به صورت دو قطبی دیده میشه و کاملا یونیزه است بدون هیچ بار الکتریکی خالصی. میزانی از پی‌اچ که در اون بار الکتریکی خالص برابر صفر باشه بهش نقطه ایزو الکتریک یا پی‌اچ ایزو الکتریک میگن. در این تصویر هم منحنی تیتراسیون اسید آمینه هیستیدین رو میبینیم و در اینجا هم منحنی تیتراسیون اسید آمینه گلوتامات. پس به طور خلاصه گفتیم که 20 تا اسید آمینه معمول رو داریم که به صورت ریشه در ساختمان پروتئین ها قرار میگیرند که این اسیدهای آمینه دارای یک کربن آلفا بودن، یک گروه کربوکسیل، یک گروه آمینو و یک گروه آر که تفاوت اسیدهای آمینه هم به این گروه آر برمیگشت. و همچنین اسیدهای آمینه حداقل دو تا شکل ایزومر فضایی دارن که این ایزومرهای فضایی در اسیدهای آمینه به شکل L هستن که این شکل L مطابق با کنفیگوراسیون مولکول L گلیسرالدهید هست. یک سری اسید آمینه دیگه هم معرفی کردیم که این اسیدهای آمینه شکل‌های غیر معمول اسیدهای آمینه بودن که معمولاً در ساختار پروتئین‌ها دیده می‌شدن و اسیدهای آمینه رو بر اساس قطبیت و بار اونها در پی‌اچ 7 طبقه بندی کردیم و انواع اونها رو گفتیم و همچنین گفتیم که اسیدهای آمینه از نظر خصوصیت‌های اسید و باز با همدیگه متفاوتن و منحنی‌های تیتراسیون مختلفی رو دارن. حالا موضوع بعدی که به اون میرسیم پپتیدها و پروتئین‌ها هستن. دو تا مولکول اسید آمینه به طور کووالان از طریق یک پیوند آمیدی یا پیوند پپتیدی به همدیگه متصل میشن و یک دی پپتید رو ایجاد میکنن که این پیوند همونطور که گفتیم با برداشت عناصر یک مولکول آب یا دهیدراته شدن از گروه آلفا کربوکسیل یک اسید آمینه و آلفا آمینوی اسید آمینه دیگه ایجاد میشه. همینطور که در اینجا دو تا اسید آمینه رو داریم میبینیم، یک اسید آمینه و دو اسید آمینه، اینها یک باند پپتیدی یا پیوند آمیدی رو ایجاد میکنن و به همدیگه متصل میشن با دهیدراته شدن یا از دست دادن مولکول آب که این مولکول آب از گروه آلفا کربوکسیل و آلفا آمینو جدا میشه و دو تا اسید آمینه به همدیگه متصل میشن. سه تا اسید آمینه وقتی که با دو تا پیوند پپتیدی به همدیگه متصل بشن ایجاد یک تری پپتید رو میکنن و همینطور چهار تا اسید آمینه با ایجاد سه تا پیوند پپتیدی ایجاد تتراپپتید رو میکنن و همینطور.
وقتی که تعداد کمی اسید آمینه به این طریق به همدیگه متصل بشن، ساختمانی که ایجاد میشه بهش اولیگوپپتید میگن. وقتی که تعداد این اسیدهای آمینه زیاد بشه، محصول رو بهش پلیپپتید گفته میشه. در ساختمان یک پروتئین ممکنه تا هزاران اسید آمینه هم وجود داشته باشه و گاهی اصطلاحات پروتئین و پلیپپتید به جای همدیگه به کار میرن، ولی به طور کلی مولکول هایی که به اونها پلیپپتید گفته میشه معمولا وزن مولکولیشون 10,000 هست و انواعی که دارای وزن مولکولی بیشتر باشن رو بهش پروتئین گفته میشه. و در اینجا هم تصویر یک پپتید رو میبینیم که گفتیم اسیدهای آمینه مختلف با پیوندهای پپتیدی به همدیگه متصل میشن و یک پلیپپتید رو ایجاد میکنن. در مورد ارتباط وزن مولکولی پپتیدا و پروتئین هایی که دارای فعالیت بیولوژیک هستند، هیچ قاعده کلی وجود نداره که مثلا بگیم اگه این عملکرد رو داشت وزن مولکولی بیشتر یا کمتر هست. اندازه پپتیدهای طبیعی ممکنه از 2 تا 1000 اسید آمینه متفاوت باشه. خیلی از پپتیدها اثراتی که دارن رو در غلظت‌های خیلی پایین انجام میدن. برای مثال بعضی از هورمون‌ها در مهره‌داران وجود دارن که جنس این هورمون‌ها از پپتیدهای خیلی کوچیک هستن. از جمله هورمون‌های اکسیتوسین که کلاً 9 تا اسید آمینه داره، یا فاکتور آزادکننده تیروتروپین که کلاً از 3 تا رشته اسید آمینه تولید شدن. بعضی از پروتئین‌ها از یک زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل شدن، ولی بقیه اونها تحت عنوان پروتئین‌های چند زیرواحدی از 2 یا چند تا پلی‌پپتید تشکیل شدن که اینها به طور غیرکوالان به همدیگه متصل میشن. زنجیره پلی‌پپتیدی که در یک پروتئین چند زیرواحدی هستن ممکنه که یکسان باشن یا با همدیگه تفاوت‌های رو داشته باشن. در صورتی که حداقل 2 زنجیره یکسان باشه پروتئین رو بهش اولیگومر میگن و واحدهای یکسان رو بهش پروتومر میگن. به عنوان مثال هموگلوبین که 4 تا زنجیره داره از 2 تا زنجیره یکسان آلفا ساخته شده و 2 تا زنجیره یکسان بتا تشکیل شده که اینها با استفاده از تعامل‌های غیر کوالان به هم دیگه متصل شدن. بعضی از پروتئین‌ها هم هستن که دارای 2 یا چند تا زنجیره پلی‌پپتیدی هستن که با استفاده از پیوندهای کوالان به هم دیگه اینها متصل شدن. به عنوان مثال زنجیره پلی‌پپتیدی انسولین با پیوندهای دیسولفیدی به هم دیگه متصل شدن که در این موارد هر پلی‌پپتید رو یک زیرواحد در نظر نمی‌گیرن و به طور کلی به اونها یک زنجیر گفته میشه. در اینجا جدولی رو داریم از خصوصیات مولکولی بعضی از پروتئین‌ها. نام پروتئین‌ها در اینجا ذکر شده، وزن مولکولی اونها، تعداد ریشه‌هایی که در هر پروتئین دیده میشه و تعداد زنجیره‌های پلی‌پپتیدی رو که دارن. به عنوان مثال در سیتوکروم سی انسان این پروتئین وزن مولکولیش حدوداً 13,000 هست و از تعداد 104 تا ریشه اسید آمینه تشکیل شده و تعداد زنجیره پلی‌پپتیدی اون 1 هست. ریبونوکلئاز A در پانکراس گاو وزن مولکولیش حدوداً 13,700 تا هست و تعداد ریشه های اسید آمینه اون 124 تا هست. لیزوزیم که در سفیده تخم مرغ دیده میشه وزن مولکولیش 13,930 و 129 تا ریشه اسید آمینه تشکیل شده. میوگلوبین از قلب اسب جدا شده، وزن مولکولی اون 16,890 هست و تعداد اسیدهای آمینه اون 153 تا هست. کیموتریپسین پانکراس گاو وزن مولکولیش 21,600 و از 241 اسید آمینه تشکیل شده و تعداد زنجیره‌های پلی‌پپتیدی اون 3 تا هست. کیموتریپسینوژن گاو وزن مولکولیش 22,000، تعداد ریشه ها یا تعداد اسیدهای آمینه اون 245 تا است. هموگلوبین انسان 64,500 وزن مولکولی اون هست و تعداد اسیدهای آمینه اون 574 تا است. سرم آلبومین انسان 68,500 وزن مولکولیش هست و تعداد ریشه های اسید آمینه اون 609 تا است. هگزوکیناز مخمر 102,000 وزن مولکولی اون هست و تعداد ریشه های اسید آمینه
که از اون تشکیل شده 972 تا و همچنین زنجیرهای پلی‌پپتیدی اون 2 تا هست. آرنه پلیمراز ایکولای وزن مولکولی 450,000 هست و تعداد ریشه های اون 4158 و تعداد زنجیره های پلیپپتیدی اون هم 5 تا هست. آپولیپوپروتئین بی انسانی وزن مولکولیش 513,000 هست و تعداد اسیدهای آمینه‌ای که از اون تشکیل شده 4536 تا هست. گلوتامین سنتاز در ایکولای 619,000 وزن مولکولیش هست و تعداد اسیدهای آمینه‌ای که از اون تشکیل شده 5628 است و زنجیرهای پلی‌پپتیدی اون تعدادش 12 است. تیتین در انسان 2,993,000 وزن مولکولی اون هست و تعداد ریشه های اسید آمینه که تیتین از اون ساخته شده 26,926 هست و تعداد زنجیره های پلی‌پپتیدی اون 1 هست. پس همونطور که گفتیم ارتباط خاصی بین وزن مولکولی پپتیدها و پروتئین هایی که داره فعالیت بیولوژیک های مختلف و عملکرد های مختلف هستن هیچ قاعده کلی وجود نداره و اندازه پپتیدها ممکنه که متفاوت باشن. خب در این جدول هم ترکیب اسید آمینه دو تا پروتئین مختلف رو می‌بینیم، یعنی سیتوکروم سی گاو و همچنین کیموتریپسینوژن گاو که هر اسید آمینه‌ای تعدادش چه تفاوت‌هایی با همدیگه دارن در این دو پروتئین. اصطلاح دیگه‌ای رو داریم با عنوان پروتئین کانژوگه. خیلی از پروتئین ها مثل آنزیم های ریبونوکلئاز و ترپسینوژن فقط ریشه های اسید آمینه ای رو دارن که در ساختمان اونها گروه شیمیایی دیگه ای وجود نداره. به اینا پروتئین های ساده گفته میشن. ولی بعضی پروتئین های دیگه هستن علاوه بر ریشه های اسید آمینه در ساختمان اینها اجزای شیمیایی دیگه ای هم اضافه شده که به اینها پروتئین های کانژوگه گفته میشه. یعنی یک قسمت اسید آمینه ای دارن که پروتئین هست و یک قسمت غیر اسید آمینه ای دارن که بهش گروه پروستتیک گفته میشه. بر اساس ماهیت این گروه پروستتیکی که اضافه میشه پروتئین های کانژوگه رو طبقه بندی میکنن. برای مثال لیپوپروتئین ها دارای لیپید هستن، گلیکوپروتئین ها قند به پروتئین اضافه شده، متالوپروتئین ها یک فلز به اونها اضافه شده. بعضی از این پروتئین ها هم بیشتر از یک گروه پروستتیک دارن که معمولا گروه پروستتیک نقش مهمی رو در عملکرد بیولوژیکی پروتئین ایجاد میکنن. همینطوری که گفتیم بعضی لیپوپروتئین ها لیپید بهش اضافه شده به عنوان گروه پروستتیک، گلیکوپروتئین ها کربوهیدرات بهش اضافه شده، فسفوپروتئین ها گروه فسفات بهش اضافه شده، هموپروتئین ها گروه هم بهش اضافه شده، فلاوپروتئین ها نوکلئوتیدهای فلاوین بهش اضافه شده و متالوپروتئین ها هم یک فلز به پروتئین اضافه شده و مثال های اون رو هم در اینجا میبینیم. پس به طور خلاصه گفتیم که اسیدهای آمینه به طریق کووالن از طریق پیوندهای پپتیدی به همدیگه متصل شدن و پروتئین ها و پپتیدها رو تشکیل میدن. پروتئین ها همونطور که گفتیم از نظر طول زنجیره متنوع و متفاوت هستن و ممکنه که ریشه های اسید آمینه اونها متفاوت باشن. هرچند که پپتیدهایی رو هم در طبیعت داریم که تعداد ریشه های اسید آمینه اونها خیلی کم هست. دو اصطلاح دیگر رو هم داشتیم، پروتئین های ساده و پروتئین های کانژوگه، که پروتئین های ساده فقط از اسیدهای آمینه تشکیل شدن ولی پروتئین های کانژوگه علاوه بر اسیدهای آمینه یک جزء دیگه یا یک گروه پروستتیک دیگه هم به اون اضافه شده. مطلب بعدی که میخوایم اون رو بررسی کنیم کار با پروتئین ها هست. شناخت ما از ساختمان و عمل پروتئین ها با ایجاد مطالعه های روی تعداد زیادی از پروتئین ها ایجاد میشه. برای مطالعه جزئیات هر پروتئین یک محقق باید اول اون پروتئینی که میخواد مطالعه کنه رو از بقیه پروتئین ها جدا کنه و همچنین با یک سری تکنیک های خاص خصوصیت اون پروتئین رو شناسایی کنه. پس قبل از اینکه بشه خصوصیت و ترکیب اسید آمینه رو و توالی یک اسید آمینه در پروتئین رو تعیین کرد، لازمه که یک فراورده خالص از اون پروتئینی که مورد نظر ما هست رو ایجاد کنیم.
خب با توجه به اینکه در داخل سلول هزاران پروتئین مختلف وجود داره، چطور میشه که این پروتئین رو از بقیه پروتئین ها جدا کرد و خالصش کرد؟ روش های مختلفی برای خالص سازی پروتئین ها استفاده میشه که بر اساس خصوصیاتی مثل اندازه، بار و اتصال به ترکیبات دیگه هستن و ممکنه که در یک پروتئین این نسبت ها به پروتئین دیگه متفاوت باشه. منبع یک پروتئین معمولاً یک سلول بافتی یا میکروبی هست. اولین مرحله در روش خالص‌سازی پروتئین اینه که اون سلولی که پروتئین ما در اون هست رو تخریبش کنیم. تخریب این سلول‌ها باعث آزادسازی پروتئین‌هایی میشه که در داخل اون هستن و یک محلول ایجاد میشه به نام عصاره خام. پس اولین مرحله در هر روش خالص‌سازی پروتئین تخریب سلول‌ها برای آزادسازی پروتئین مورد نظر ما هست در داخل محلولی به نام عصاره خام. در صورتی که نیاز باشه برای اینکه فراکسیون های مختلف یا اندامک های مختلف رو جدا سازی کنیم و خالص سازی کنیم، میشه که از سانتریفیوژ هم استفاده کنیم. وقتی که عصاره یا فراورده اندامک رو خالص سازی کردیم و جداش کردیم، از روش های مختلفی برای تخلیص یک پروتئین یا چند پروتئینی که مورد نظر ما هست میشه که استفاده کنیم. معمولا این عصاره وارد یک سری مراحل میشه که همراه با جدا سازی پروتئین ها به فراکسیون های مختلف یا فرکشن های مختلف بر اساس ویژگی های مثل اندازه یا بار اون هاست. این فرایند بهش جداسازی فرکشن ها یا جداسازی فرکسیون ها میگن. پس در ابتدا اون اندامک یا اون قسمت سلولی که مورد نیاز ما هست رو تخریب میکنیم و عصاره خام رو تهیه میکنیم. حالا بر اساس یک سری ویژگی هایی که پروتئین داره ما اون رو میخوایم خالصش کنیم که به جداسازی فرکسیون ها میگن. مرحله اولی جداسازی فرکسیون ها با استفاده از اختلافاتیه که در حلالیت پروتئین ها وجود داره که خود این حلالیت تابعی از پیهاش، درجه حرارت، غلظت نمکی یا سایر عوامل دیگه است. به طور کلی حلالیت پروتئین ها در غلظت های نمکی بالا کاهش پیدا میکنه که بهش میگن رسوب نمکی. پس برای اینکه حلالیت پروتئین رو کاهش بدیم، غلظت نمکی رو افزایش میدیم. اضافه کردن مقدار مناسب نمک یکی از روش هایی هست که برای ایجاد رسوب نمکی از اون استفاده میشه. معمولا از سولفات آمونیوم برای این روش استفاده میشه و برای رسوب پروتئین ها معمولا از سولفات آمونیوم استفاده میکنیم. پروتئین هایی که رسوب میکنن رو با استفاده از سانتریفیوژ در دورهای پایین از پروتئین هایی که محلول هستن جدا میکنیم. پس برای خالص سازی پروتئینی که داشتیم ما میشه که از غلظت های نمکی استفاده کنیم. هر پروتئین توی یک غلظت نمکی خاصی رسوب میکنه. با اضافه کردن نمک پروتئینی که مورد نظر ما هست رو رسوب میدیم و اون رو خارجش میکنیم. قبل از اینکه مراحل بعدی خالص سازی رو انجام بدیم، محلول حاوی پروتئین رو یک سری تغییرات دیگه روش انجام میدیم. به عنوان مثال یکی از اینها دیالیز هست. دیالیز چیه؟ دیالیز روشیه که بر اساس اندازه پروتئین ها اونها رو از مواد کوچیکتری که در عصاره خام محلول هستن جدا میکنن. عصاره نسبتاً تخلیص میشه و در داخل یک کیسه یا یک لوله قرار داده میشه که از قشای نیمه تراوا درست شده. وقتی که این کیسه یا لوله رو در داخل یک ظرفی قرار میدیم که حجم بالایی از محلول بافری با قدرت یونی مناسب داره، این قشا اجازه تبادل نمک و بافر رو میده، ولی باعث میشه که اون پروتئین ها ازش عبور نکنن و مانع عبور پروتئین ها میشه. بنابراین در طی دیالیز پروتئین های بزرگ در داخل کیسه یا لوله غشایی حفظ میشن، ولی غلظت بقیه مواد حل شده در فراورده پروتئینی انقدر تغییر میکنه تا به تعادل با محلول اطرافش بشه. به عنوان مثال ممکنه که از دیالیز برای برداشت سولفات آمونیوم از فراورده های پروتئینی استفاده بشه. پس یکی از روش های خالص سازی دیالیز هست که بر اساس اندازه پروتئین ها رو برای ما جدا میکنه و پروتئین های بزرگتر در داخل کیسه دیالیز
قرار میگیرن و مواد محلول در اطرافش با بافری که در داخل اون اطراف کیسه دیالیز هست تبادل میشه و به یک تعادل میرسه. قوی ترین روش جداسازی پروتئین ها با استفاده از کروماتوگرافی ستونی انجام میشه که بر اساس اندازه، بار و تمایل به اتصال و سایر ویژگی های پروتئین این عمل انجام میشه. یک ماده جامد منفذدار با ویژگی شیمیایی مناسب فاز ثابت رو ایجاد میکنه که در داخل یک ستون نگه داشته میشه و محلول بافری که فاز متحرک رو برای ما ایجاد میکنه از بین اون پالایش میشه. محلولی که دارای پروتئین هست در بالای ستون قرار داده میشه و سپس از لابلای ماتریکس جامد عبور میکنه، به طوری که هرچه طول ستون پیشرفت کنه بانده پهن‌تری از پروتئین ها در فاز مایع ایجاد میشه. بر حسب ویژگی های پروتئینی مورد نظر بعضی از پروتئین ها سریع‌تر و بعضی از پروتئین ها آهسته‌تر از ستون عبور میکنن. در اینجا تصویر رو داریم از کروماتوگرافی ستونی. گفتیم که از اجزای مختلفی تشکیل شده. اینجا یک فاز متحرک رو داریم و اینجا هم یک فاز جامد و در این قسمت هم مخزنی رو ما داریم. محلول پروتئینی که قرار تفکیک بشه در بالای ستون قرار داده میشه. در این قسمت قرار داده میشه تا به داخل ماتریکس نفوذ کنه. بعد از اون محلول دیگه ای از بالا اضافه میشه. محلول پروتئین یک باند در فاز متحرک رو ایجاد میکنه که در ابتدا ارتفاع اون معادل عمق محلول پروتئینیه که به ستون اضافه شده. بر اساس تعامل‌های مختلف پروتئین با ماده تشکیل دهنده ماتریکس، این مولکول‌ها با سرعت‌های مختلفی در ستون حرکت می‌کنند و با حرکت به سمت پایین باندهای پروتئینی پهن‌تری رو ایجاد می‌کنند و به تدریج پروتئین‌های مختلف تفکیک میشن. حالا چند نوع پروتئین داریم؟ پروتئین A، B و C در اینجا دیدیم که تفکیک شدن. پس در کروماتوگرافی ستونی پروتئین رو در قسمت متحرک قرار میدیم، از بین فاز جامد عبور میکنه و با استفاده از تعامل‌هایی که ایجاد میشه پروتئین‌هایی که داریم خالص سازی و جداسازی میشه. یکی دیگه از انواع کروماتوگرافی ها کروماتوگرافی تعویض یون هست. علامت و بزرگی بار الکتریکی خالص پروتئین‌ها در یک پی‌هاش رو کروماتوگرافی تعویض یون بررسی میکنه. ماتریکس ستونی یک پلیمر سنتتیک یا رزین دارای گروه‌های باردار اتصال یافته است. انواعی که دارای گروه‌های آنیونی اتصال یافته هستند بهش تعویض کننده کاتیونی میگن و انواعی که دارای گروه‌های کاتیونی اتصال یافته هستند بهش تعویض کننده آنیونی گفته میشه. تمایل هر پروتئین برای این گروه‌های باردار تحت تأثیر پی‌هاش یا غلظت یون‌های نمکی آزاد رقابت کننده در محلول اطراف قرار میگیره. با تغییر تدریجی پی‌هاش یا قدرت نمکی فاز متحرک در جهت تولید یک شیب پی‌هاش، یک شیب نمکی جداسازی رو میشه که ایجاد کرد. در کروماتوگرافی تعویض کاتیونی ماتریکس جامد دارای گروه‌های با بار منفی هست. در فاز متحرک پروتئین‌هایی که بار خالص مثبت دارن آهسته‌تر از اون‌هایی که بار خالص منفی دارن از لابلای این ماتریکس عبور می‌کنن، چون تعامل‌هایی که بین این مولکول‌ها هست مانع حرکت اون‌ها میشه. در اینجا تصویری رو داریم از کروماتوگرافی تعویض یون که مخلوط پروتئینی رو در اینجا اضافه می‌کنیم به ستونی که دارای تعویض کننده های کاتیونی هستند. پروتئین ها از بین این ستون عبور می‌کنن و با تعویض کننده های کاتیونی پروتئین هایی که دارای بار خالص منفی تر هستند سریع‌تر حرکت می‌کنن و زودتر خارج میشن. یکی دیگه از انواع کروماتوگرافی ها کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون یا کروماتوگرافی رددانه ای هست. پروتئین ها در ژل فیلتراسیون بر اساس اندازه جدا میشن. در این روش پروتئین هایی که بزرگتر هستن زودتر از اونهایی که کوچیکتر هستن از ستون خارج میشن. فاز جامد دارای یک سری دانه هایی هست که منافذ یا یک سری حفراتی رو داره که اندازه اینها مشخص هست.
پروتئین‌های بزرگتر وارد این منافذ نمی‌شن، به همین دلیل مسیر کوتاه‌تری رو در ستون طی می‌کنن و زودتر به انتها می‌رسن. ولی پروتئین‌هایی که کوچیک‌تر هستن وارد این منافذ میشن، در نتیجه یک مسیر پیچیده‌تر و طولانی‌تری رو با سرعت کمتر در ستون طی می‌کنن. خب همونطور که در اینجا هم داریم می‌بینیم، مخلوط پروتئینی رو به ستون اضافه کردیم، مولکول‌های کوچیک‌تر وارد این منافذ میشن و مولکول‌های بزرگتر از بین این دانه‌ها رد میشن و سریع‌تر به انتها میرسن. همینطور که داریم می‌بینیم، اونهایی که بزرگتر هستن سریع‌تر خارج میشن و اونهایی که کوچیک‌تر هستن در طول ستون آهسته‌تر حرکت می‌کنن و به این ترتیب پروتئین‌ها بر اساس اندازه جدا میشن. یکی دیگه از انواع کروماتوگرافی‌ها کروماتوگرافی تمایلی یا گرایشی است که بر اساس تمایل اتصالی یک پروتئین هست. به دانه‌هایی که در ستون هستن یک سری گروه‌های شیمیایی اضافه میشه که با اتصال کووالان اینها متصل شدن که بهش لیگاند گفته میشه. لیگاند گروه یا مولکولیه که به ماکرومولکول‌هایی مثل یک پروتئین متصل میشه. وقتی که یک مخلوط پروتئینی به ستون اضافه شد، هر پروتئینی که به این گروه شیمیایی تمایل داره به دانه‌هایی که در ستون هستن متصل میشه و در نتیجه حرکتش متوقف میشه. برای مثال، در صورتی که فعالیت بیولوژیک یک پروتئین لازمش اینه که به ATP وصل بشه، اون موقع ATP به مهره‌هایی که در ستون هستن متصل میشه و وقتی که پروتئین میخواد خالص سازی بشه، وقتی که از بین ستون رد میشه به این ATP ها متصل میشه و دیگه حرکت نمیکنه در طول ستون. در اینجا هم تصویری رو داریم از کروماتوگرافی تمایلی که یک سری لیگاند ها به این دانه هایی که در ستون هستن متصل میشن و به عنوان لیگاند عمل میکنن. وقتی که مخلوط پروتئینی به ستون اضافه شد، پروتئین ها به لیگاند ها متصل میشن و خالص سازی انجام میشه. انواع دیگه از کروماتوگرافی ها هستن، مثل HPLC یا کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. HPLC با استفاده از پمپ های فشار بالا به انجام میرسه که سرعت حرکت مولکول های پروتئین رو به سمت پایین ستون افزایش میده. همچنین موادی که در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده میشه کیفیت بالایی رو دارن و میتونن که در برابر نیروی فشارنده جریان مقاومت کنن. با کاهش زمان عبور از ستون، HPLC از طریق محدود کردن توزیع انتشاری باندهای پروتئینی قدرت تفکیک رو افزایش میده. علاوه بر خالص سازی پروتئین ها با استفاده از روش های کروماتوگرافی، با استفاده از الکتروفورز هم پروتئین ها رو میشه که جدا کنیم. جداسازی پروتئین ها بر اساس مهاجرت پروتئین های باردار در یک میدان الکتریکی با استفاده از الکتروفورز انجام میشه. به طور کلی روش الکتروفورز برای خالص سازی مقدار زیاد پروتئین ها مورد استفاده قرار نمیگیره، چون معمولا روش های جایگزین ساده تری هم برای اینها وجود داره. الکتروفورز پروتئین ها روی ژل هایی انجام میشه که از پلیمرهای پلی آکریلامید با اتصالات عرضی انجام میشه. ژل پلی آکریلامید مثل یک غربال مولکولی عمل میکنه و حرکت اونها تقریبا متناسب با نسبت بار به جرم پروتئین هست. به همین دلیل هم حرکت یک پروتئین در داخل یک ژل در موقع الکتروفورز یک تابع از اندازه و شکل اون پروتئین هست. در یک روش الکتروفورز که برای برآورد خلوص و وزن مولکولی به کار میره، از دترژنت سدیم دو دسیل سولفات یا SDS استفاده میشه. در اینجا تصاویری رو داریم از روش الکتروفورز که نمونه های مختلف در چاهک هایی که در بالای ژل پلی آکریلامید هستن قرار داده میشن و در معرض یک میدان الکتریکی اینها قرار داده میشن و پروتئین ها از منفی به سمت مثبت شروع به حرکت میکنن، همینطور که در اینجا میبینیم. هر پروتئین دارای یک سری وزن های مولکولی هستن که پروتئین هر جایی که ثابت نگه داشته شد با استفاده از مارکری که در اینجا هست وزن مولکولی اون قابل تشخیص هست. خب با استفاده از الکتروفورز میشه وزن مولکولی یک پروتئین رو هم تخمین زد.
حرکت الکتروفورزی یک پروتئین روی STS پلی‌آکریلامید با وزن مولکولی اون در ارتباطه. همونطور که گفتیم از این پروتئین‌ها برای تخمین وزن مولکولی ناشناخته میشه که استفاده کنیم. خب در اینجا همونطور که داریم می‌بینیم پروتئین‌ها حرکت می‌کنن در طول ژن و در جایی که ثابت نگه داشته بشن میشه که بر اساس مارکری که داریم وزن مولکولیش رو مشخص کنیم. در اینجا هم نموداری رو داریم از لگاریتم وزن مولکولی پروتئین ها که وقتی که نمودار رو میکشیم وزن مولکولی پروتئین ناشناخته برای ما قابل تشخیص هست. روشی رو داریم با عنوان تمرکز ایزوالکتریک که یک روش برای تعیین نقطه ایزوالکتریک یا پی آی یک پروتئین. با ترکیب کردن بازها و اسیدهای عالی که دارای وزنهای مولکولی پایین هستند و انتشار اونها در یک میدان الکتریکی در عرض ژل یک شیب پی‌اچ به وجود میاد. وقتی که مخلوطی از پروتئین ها رو در این شیب قرار بدیم، هر پروتئین تا رسیدن به نقطه پی‌اچ برابر پی آی خودش یا پی‌اچ برابر با نقطه ایزوالکتریک خودش در داخل ژل حرکت میکنه و به این ترتیب پروتئین هایی که دارای نقاط ایزوالکتریک مختلف هستند به شکل متفاوتی در داخل ژل انتشار پیدا میکنن. همینطور که در این تصویر داریم میبینیم پس یک شیب پی‌اچ ایجاد میشه که پروتئین ها وقتی که در معرض میدان الکتریک قرار میدن تا جایی حرکت میکنن که پی‌اچ اونها برابر با پی‌اچ ایزوالکتریک باشه. در اینجا هم جدولی رو داریم از نقاط ایزوالکتریک بعضی از پروتئین ها. خب روش دیگه رو داریم با عنوان الکتروفورز دو بعدی که با ترکیب کردن روش تمرکز ایزوالکتریک یا ایزوالکتریک فوکوسینگ با روش الکتروفورز با STS الکتروفورز دو بعدی ایجاد میشه و با استفاده از اون میشه که پروتئین های مختلف رو جدا کرد. در روش الکتروفورز دو بعدی پروتئین هایی که دارای وزن مولکولی مشابهی هستند ولی نقطه ایزوالکتریک متفاوتی دارند یا پروتئین هایی که دارای نقطه ایزوالکتریک مشابهی هستند و دارای وزن مولکولی متفاوتی هستند از همدیگه قابل تفکیک و جداسازی هستند. در اینجا تصویری رو داریم از روش الکتروفورز دو بعدی که جداسازی افقی بر اساس تفاوت در نقطه ایزوالکتریک هست و جداسازی عمودی پروتئین ها بر اساس اختلاف در وزن مولکولی هست. به همین دلیل یک مجموعه از پروتئین هایی ایجاد میشه که اینا به صورت دو بعدی پخش شدن و با این تکنیک میشه پس پروتئین های سلولی رو از همدیگه بر اساس نقطه ایزوالکتریک و وزن مولکولی جدا سازی کرد. پس با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی میشه که پروتئین ها رو بر اساس وزن مولکولی و نقطه ایزوالکتریک جدا کرد که وزن مولکولی به صورت عمودی و پروتئین هایی که داره نقطه ایزوالکتریک مختلف هستن به صورت افقی جدا سازی میشن و به این ترتیب تصاویری ایجاد میشه از پروتئین های مختلف که اینها رو میشه بررسی کرد و پروتئین های ناشناخته رو شناسایی کرد. مبحث بعدی ساختمان پروتئین ها هست. خب خالص سازی یک پروتئین رو معمولا به این دلیل انجام میدیم که باعث بشه یک مقدمه رو برای ما به وجود بیاره که با استفاده از اون به جزئیات بیوشیمیایی ساختمان و فعالیت یک پروتئین بپردازیم. حالا چه چیزی باعث میشه که یک پروتئین تبدیل به آنزیم بشه یا هورمون بشه یا یک پروتئین ساختمانی یا آنتیبادی بشه؟ معمولا برای پروتئین ها 4 تا سطح ساختمانی رو تعریف میکنن، همینطور که در اینجا داریم میبینیم. ساختمان اول تمام پیوندهای کووالانی رو توضیح میده که ریشه های اسید آمینه رو در یک زنجیره پلی‌پپتیدی به همدیگه متصل میکنه. پس توالی اسیدهای آمینه ساختمان اول رو ایجاد میکنه. ساختمان دوم به سازماندهی های پایدار ریشه های اسید آمینه توجه داره و اشاره میکنه که باعث میشه یک سری الگوهای ساختمانی تکراری ایجاد بشه. در اینجا ساختمان دوم رو میبینیم که همونطور که گفتیم یک سری الگوهای ساختمانی تکراری رو ایجاد میکنن، مثل آلفا هلیکس، مثل بتا شیت، مثل بتا ترن. ساختمان سوم ویژگی های مربوط به فولدینگ یا تا شدن سه‌بعدی یک پلی‌پپتید رو شرح میده. پس ساختمان سه‌بعدی پروتئین
ساختمان سوم پروتئین رو ایجاد میکنه. و وقتی که یک پروتئین از دو یا چند تا زیرواحد تشکیل شده باشه، آرایش فضایی که ایجاد میشه ساختمان چهارم بهش میگن. در اینجا ساختمان چهارم رو میبینیم. تفاوتایی که توی ساختمان اول هر پروتئین هست باعث میشه که اطلاعات خوبی در اختیار محققی که میخواد روی اون پروتئین بررسی کنه قرار میده. هر پروتئین دارای یک سری تعداد و توالی هایی هست که اینها یکتا هست و منحصر به فرد هست و در هر پروتئینی نسبت به پروتئین دیگه تفاوت داره و همین تفاوت توالی اسیدهای آمینه باعث میشه که پروتئین های مختلف با عملکردهای مختلفی ایجاد بشه. ساختمان اول پروتئین مشخص میکنه که یک پروتئین چطوری به یک ساختمان سه بعدی تا میشه و این ساختمان خودش به نوبه خودش این رو تعیین میکنه که پروتئین چه فعالیت و چه عمل کردی رو در داخل سلول قرار هست که انجام بده. پس عمل کرده یک پروتئین وابسته به توالی اسید آمینه اون هست. مثلا باکتری اشتریشیا کولای بیشتر از 3000 تا پروتئین مختلف رو تولید میکنه و انسان حدوداً 25000 تا ژن داره که خب تعداد بسیار بیشتری پروتئین رو کد میکنه نسبت به باکتری ایکولای. در هر دو تای ایکولای و در انسان هر کدام از انواع پروتئین ها داره یک سری ساختمان سه بعدی یکتا و بی همتایی است که این ساختمان عمل کرده اون پروتئین رو باعث میشه. انتظار داریم پس توالی اسید آمینه یک پروتئین نقش اساسی رو در تعیین ساختمان سه بعدی و در نهایت عملکرد اون پروتئین داشته باشه. خب ولی حالا با توجه به این چیزی که گفتیم، آیا این انتظاری که ما داریم درست هست یا خیر؟ اول اینکه همونطور که ما گفتیم پروتئین‌ها عملکردهای مختلفی رو در داخل سلول ایجاد می‌کنن و همیشه توالی‌های اسید آمینه متفاوتی رو دارن. دوم، بیماری‌های ژنتیکی در انسان شناخته شدن که با تولید پروتئین‌های ناقص هست که این نقص در اثر تغییر در توالی اسید آمینه پروتئین ایجاد میشه، مثل کمخونی داسی شکل. خب پس این رو متوجه میشیم در صورتی که ساختمان اول پروتئین تغییر کنه و توالی اسید آمینه یک پروتئین تغییر بکنه، عملکرد پروتئین هم تغییر میکنه. و یک موضوع دیگه ای هم که هست اینه که وقتی که پروتئین هایی که دارای عملکردهای مشابه هستن از گونه های مختلف رو میاریم و با هم دیگه مقایسه میکنیم، اغلب این پروتئین ها توالی های اسید آمینه مشابهی رو دارن و با توجه به همین متوجه میشیم که یک ارتباط نزدیکی باید بین ساختمان اول پروتئین و عملکرد اون پروتئین وجود داشته باشه. البته توالی اسید آمینه یک پروتئین خاص همیشه ثابت نیست. حدوداً 20-30 درصد پروتئین هایی که در انسان هستن پلیمورفیک یا چند شکلی هستن که در جمعیت انسانی واریانت های مختلف اونها با توالی های اسید آمینه مختلفی وجود داره که خیلی از این تغییر توالی هایی که ایجاد شده یا اثری ندارن روی عملکرد پروتئین یا اثر اون خیلی کم هست. در اینجا توالی اسیدامینه آلبومین گاوی رو میبینیم که دو زنجیره پلیپپتیدی با اتصالات ارزی دیسولفیدی که با رنگ زرد در اینجا داریم میبینیمش و همدیگه متصل شدن. زنجیره A یکسان در انسان، خوک، سگ، خرگوش و نهنگ دریایی و زنجیره B اون با گاو، خوک، سگ، بز و اسب یکسان هست. پس چیزی که باعث میشه عملکرد پروتئین‌ها در داخل سلول تفاوت داشته باشه توالی اسیدهای آمینه‌ای هست یا همون ساختمان اول که تغییر در این توالی‌های اسید آمینه پروتئین‌ها باعث میشه که فولدینگ و تا شدن پروتئین تغییر کنه و عملکرد پروتئین در داخل سلول هم تغییر کنه. در اینجا یک تصویر دیگه رو داریم از الائن کردن توالی‌های اسید آمینه‌ای، یعنی توالی یک پروتئین در دو تا باکتری مختلف. حالا اینجا ایکولای و باسیلوس سوتیلیس رو با همدیگه مقایسه میکنیم و روی همدیگه قرار میدیم که ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بین توالی اسید آمینه یک پروتئین خاص در دو باکتری مختلف چطوری هست. برای اینکه ببینیم یک پروتئین
از ساختمان اولش چطوری هست و از چه اسید آمینه هایی تشکیل شده باید پروتئین رو توالی‌یابی بکنیم که روش های مختلفی برای توالی‌یابی پروتئین شناخته شده و وجود داره. در روش های قدیمی تعیین توالی پروتئین ها کاری که انجام میدادن به این صورت بود که ریشه اسید آمینه انتهای آمینو رو نشاندار میکردن و اون رو تعیین ماهیتش میکردن. به این صورت که گروه آلفا آمینوی انتهای آمینو رو با 1-فلورو-2-4 دیبنزن یا دانسیل کلوراید یا دافسیل کلوراید نشاندارش میکردن. پروسه تعیین توالی یک فرایند دو مرحله‌ای هست که توسط یک دانشمند به اسم پر ادمن ابداع شد که به همین دلیل به اون روش تخریب ادمن گفته میشه. حالا در روش تخریب ادمن تنها ریشه انتهای آمینوی پپتید نشاندار میشه و اون اسید آمینه یا اون ریشه نشاندار شده برداشت میشه و بقیه پیوندهای پپتیدی همونطور به صورت دست نخورده باقی هستن. حالا پپتید در شرایط ملایم قلیایی با فنیل ایزوتیوسیانات واکنش میده که ریشه انتهای آمینو رو به یک اداکت فنیلتیوکربامیل یا PTC فنیلتیوکربامیل تبدیل میشه. حالا پپتید توی شرایط قلیایی با فنیل ایزوتیوسیانات واکنش میده و ریشه انتهای آمینو به یک اداکت فنیلتیوکربامیل PTC فنیلتیوکربامیل تبدیل میشه و بعد از اون پیوند پپتیدی کناری PTC در حضور اسید تریفلوروستیک شکسته میشه و اسید آمینه انتهای آمینو به شکل یک مشتق آنیلینوتی اوزیلون برداشت میشه. این مشتق اسید آمینه با استفاده از یک سری حلال‌های عالی استخراج میشن و با اسیدهای آبی به مشتق پایدارتر فنیل تیو هیدرانتوئین تبدیل میشه و وقتی که به فنیل تیو هیدرانتوئین تبدیل شد بعد از اون تعیین هویت میشه. با استفاده از واکنش های پشت سر همی که ابتدا در شرایط قلیایی هستن و بعد از اون در شرایط اسیدی انجام میشن، کل فرایند کنترل میشه و این واکنش همینطور ادامه پیدا میکنه بدون اینکه اثری روی پیوند پپتیدی دیگه داشته باشه تا فرایند کامل بشه و بعد از برداشت و شناسایی ریشه های اسید آمینه، ریشه جدید انتهای آمینو رو با همین روش نشاندار میکنن و برداشت میکنن و شناسایی میکنن. حالا در اینجا یک تصویری رو داریم از تعیین توالی به روش تخریب ادمن که گفتیم نزدیکترین پیوند پپتیدی به انتهای آمینوی پروتئین یا پلی‌پپتید در دو مرحله شکسته میشه که در مرحله اول در شرایط بازی انجام میشه و مرحله دوم در شرایط اسیدی انجام میشه و به این صورت انتهای آمینو نشاندار میشه با استفاده از معرف‌های خاص و وقتی که پیوند پپتیدی انتهایی شکسته شد تعیین توالی و تعیین هویت اون اسید آمینه انتهایی مشخص میشه و انجام میشه و به این صورت برای همه اسیدهای آمینه به این صورت این واکنش رو انجام میدیم و اسیدهای آمینه تعیین هویت میشن. روش های دیگه هم برای تعیین توالی پروتئین ها وجود داره، از جمله روش اسپکترومتری جرمی که اسپکترومتری جرمی وزن مولکولی یک پروتئین رو اندازه میگیره و یکی از مفیدترین روش ها محسوب میشه، به خصوص که در انواع روش های اسپکترومتری جرمی سریعا توالی های مربوط به قطعات پلی‌پپتیدی کوتاه که 20 تا 30 تا ریشه اسید آمینه دارند رو در یک نمونه پروتئین تعیین میکنه. در روش اسپکترومتری جرمی مولکولی که میخوایم بررسی کنیم با عنوان آنالید در ابتدا در خلأ یونیزه میشه و وقتی که مولکولهای باردار جدید ایجاد شد و یونیزه شدن در یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی قرار میگیرن که مسیر حرکت اینها در اون میدان یک تابعی میشه از نسبت جرم به بار. دو نوع اسپکترومتری جرمی مختلف رو داریم که یکی از اونها اسپکترومتری جرمی جداسازی یونیزاسیون لیزری به کمک ماتریکس هست یا MALDIMS و یکی دیگه از انواع اسپکترومتری های جرمی اسپکترومتری جرمی الکتروسپری یونیزاسیونی یا ESIMS.
S هست. پس همونطور که گفتیم عاملی که باعث میشه پروتئین ها عملکردهای مختلفی داشته باشن ساختمان سوم اونها و نحوه فولد شدن و تا شدن اونها هست. حالا اون عاملی که باعث فولد شدن و تا شدن پروتئین میشه توالی اسید آمینه‌ای اون پروتئین است که با استفاده از روش‌های مختلفی میشه که توالی اسید آمینه رو مشخص کرد که ما این روش‌ها رو توضیح دادیم. یکی از روش‌ها روش ادمن بود یا روش تخریب ادمن که اسید آمینه‌ای که در انتهای آمینو قرار گرفته بود رو یکی یکی جدا می‌کرد و مورد بررسی قرار می‌داد و یکی دیگه از روش‌هایی که برای تعیین توالی پروتئین‌ها استفاده می‌شد روش اسپکترومتری جرمی هست که جرم اسیدهای آمینه رو تعیین می‌کنه و بر اساس جرم اسیدهای آمینه نوع اسید آمینه رو مشخص می‌کنه.